بیننده های عزیز دوباره خوش آمدین، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این بخش برنامه بخش حقوق خانواده هست، به ادامه سلسله بخش های قبلی و موضوعات قبلی که در این بخش با جناب استاد حفیظه امین استاد دانشگاه صحبت داشتیم، این هفته هم در این بخش برنامه در ارتباط به نکاح قرار است با جناب استاد صحبت بکنیم. انشاءالله که تا پایان این بخش همچنان با ما همراه باشین. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه اصلاح، به خصوص عزیزان بیننده برنامه عصر حریبا. از سمگیشان بخیر، بمیدید که همگی صحتمند و سلامت باشن. بسیار تشکر جناب استاد. همونطوری که یادآوری کردم، امروز فکر کنم موضوع برنامه در ارتباط به نکاح هست. چه خوبه که ابتدا تعریفی داشته باشین از نکاح، در کل صحبتی داشته باشین پیرامون این موضوع. بسیار سپاس. خب قسمی که شما گفتین، بحث او خانواده یک بحثی هست که مسلسل پیش میره. ما در برنامه های قبلی از آغاز موضوع آغاز کردیم که از کجا شکل گیری خانواده آغاز میشه و نهایتا مهمترین مرحله ای که شکل میگیره یک خانواده و یک خانواده آغاز میشه و یک زن و مرد کنار همدیگه زندگی رو آغاز میکنن، بحث مسئله نکاح هست. خب نکاح هرچند که از لحاظ عامیانه برای همگی شهروندان ما، برای همگی بینندگان یک موضوع شاید واضح و آشنا باشه، همگی میدونن که دو فرد نکاح میکنن و زن و شوهر محسوب میشن و با هم دیگر زندگی خود آغاز میکنن. اما وقتی ما می نکاح اگر تعریف بکنیم، بعد متوجه ماهیت اصل موضوع میشیم. توجه کردن به تعریف به این خاطر مهمه که ما متوجه حقیقت یک مسئله میکنه، چون بعضی وقتا دو شخص نکاح میکنه، پس از نکاح میبینی اتفاقاتی صورت میگیره که اصلا فرد معنای همین نکاح ندانسته، اما ما یک فردی شروع به آغاز زندگی کرده. نکاح خب معنای لغوی ازی به معنای یک جا شدن و پیوستن هست. در اصطلاح فقهی و حقوقی نکاح تعریف شده که خب تعریفی زیاد شده، وقتی که ما همه تعریف جمع بکنیم گفته میشه که نکاح عبارت از عقد مشروعی هست که به موجب از او یک جا بودن زن و مرد در کنار همدیگر مشروع میکنه، حقوق و واجبات به طرفین ایجاد میکنه و یک نوع تعهدی هست که دو شخص در مقابل همدیگر میآیند مبنی بر یک زندگی مشترک تعهد میدن. یکی از بحث‌های مهمی که در تعریف نکاح ما را متوجه می‌کنه بحث مسئله تعهد هست که زمانی که دو فرد نکاح می‌کنن باید به موضوع تعهدات که نسبت به همدیگر، حالا چی ما تعهد در قلب خود ایجاد بکنیم، چی در ذهن خود و چی در زبان خود میاییم بیان می‌کنیم. زمانی که تعهد به زبان گفته میشه از تاکید بیشتری برخوردار هست و می‌طلبه که دو تا طرف که زن و مرد هستن نسبت به این تعهد پایبند باشم، عهد نسبت به همو تعهد وفا به عهد داشته باشم. در برنامه قبلی هم گفتم که وفا به عهد یکی از ویژگی های مسلمان هاست که در قرآن کریم علامه تا ذکر میکنه، در موضوع خیلی مهمی در زندگی مشترک هست. مرحله نامزدی به همین خاطر ایجاد هست که بعد از مرحله نامزدی اگر دو فرد احساس کردن که میتونن به همدیگر زن و مرد مناسب باشن، تعهد بکنن که در کنار همدیگر با وجود مشکلاتی که در زندگی ایجاد میشه زندگی خود با هم با تمام مشکلاتی که هسته بتونن او را سپری بکنن. بعضا در بین جامعه ما، در بین کشور ما، خانواده های جامعه ما دیده میشه که یک فرض میکنیم یک زن با یک مرد ازدواج میکنه، پس از ازدواج و پس از نکاح روی گزینه های متفاوتی میای بهانه گیری میکنه یا به حال اونها رو برای خود مشکل تلقی میکنه. مثلا فرض بکنیم که چرا وظیفه نفر این وظیفه است، یا چرا که خانواده از این گونه خانواده هستند، چرا زندگی از در این سطح هست. موضوعات متفاوتی میای یک شخص پس از ازدواج مطرح میکنه و به بهانه های متفاوته و یه باز تلخی در زندگی میشه. در حالی که تعریف نکاح این میایم به یک شخص میفهمونه که وقتی که با یک فرد شما نکاح میکنیم وارد زندگی میشیم، به این معنی هست که تعهد میدیم که با همی ویژگی هایی که یک فرد داره ما او را قبول کردیم. نکاح به این معنی هست وقتی ما فرد قبول میکنیم، پس از نکاح باید ما
و با در کنار همو فرد باشیم، با همو مشکلات و بلندی ها و پایینی ها و کمکستی هایی که داره. و قول مشهور هست که گفته میشه قبل از ازدواج چشمای خود خوب باز کنیم، پس از ازدواج چشمای خود بسته کنیم دیگه. یعنی دیواره دنبال ریزبینی ها و خودگیری ها نباشه. در حالی که بعضاً در جامعه ما متاسفانه بعضی از خانواده های هستن یا زن و مرد های هستن که قبل از ازدواج و قبل از نکاح اصلا متوجه همون نکات اساسی به زندگی خود نمیشن، پس از نکاح باز میبینی که به این نکات توجه میکنن و بانگیری ها شروع میشه و این منجر به این میشه که زندگی ممی دو شخص یا همون دو فرد از بین بره و به هر حال آثار منفی روی همون خانواده و جامعه و افراد میگذاره. پس بنابراین یکی از مشخصه های تعریف نکاح بحث تعهد است که باید افراد به همدیگر تعهد بدن. بحث دیگر از او مسئله ایجاد حقوق و وجایبه. در مقابل همدیگر با اساس نکاح زن و مرد در مقابل همدیگر یک حق مستحق میشن و یک مکلفیت عهده‌دار میشن که باید او مکلفیت خود انجام بده. مثلا فرض بکنید که یکی از حقی که فرض کنه که یک زن بر عهده خانه پس از عقد نکاح داره بحث مسئله حسن معاشرت یا رفتار نیکو با همسر هسته. این حق یک زن میشه و تکلیف و مکلفیت شوهر میشه. یا حقی که همسر بر عهده خانم پس از نکاح میگذاره مثلا اطاعت مشروع از شوهر، حق برای مرد ایجاد میشه و مکلفیتی هم برای خانم ایجاد میشه. اینا حقوق و مکلفیت های هسته که قسمیه که فرد بخواد اینها رو انکار بکنه و قبول نکنه. به من زرزی که عقد نکاح ایجاد میشه این حقوق و مکلفیت ها برای زن و مرد به خودی خود ایجاد میشه و در ذات عقد نکاح این مسائل نهفته. پس زمانی که دو شخص با هم دیگر نکاح میکنن باید از لحاظ ماهیتی بیان اینه بشناسن که وقتی ما خب ازدواج بکنیم مکلفیت های در مقابل هم دیگر پیدا میکنیم، یکی برای ما حقوق پیدا میکنن باید ما سعی بکنیم که حقوق از روی منابع احسن از روی رعایت بکنیم و در مقابل ادای وظیفه خود یک فرد مسئولیت شناس باشم. ما اگر بیاییم این نکات دقت بکنیم، رعایت بکنیم، به این مشخصه های تعریف نکاح در زندگی خود تطبیق کنیم، یقینا ما در یک زندگی میتونیم داشته باشیم که حق هیچ فرد به او داخل از او خانواده ضایع نمیشه. بله دقیقا. اگر اهمیت عقد نکاح صحبت بکنیم جناب استاد، چه اهمیتی داره؟ بسیار تشکر. عقد نکاح یک مهم از جمله مهمترین عقودی است که در دین مقدس اسلام شناخته شده و اهمیت از آنجایی که الله متعال بیان میکنه که و من آیاتی ان خلق لکم من ازواج من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. الله متعال بیان میکنه که از نشانه های قدرت ازی هست که من از دو زوج خلق کردم در کنار همدیگر اینا آفریدم و تا ای که شما آرامش بگیریم و در بین شما محبت و رحمت و ایجاد کردم. یکی از مهمترین اهمیت موضوع عقد نکاح بحث ایجاد آرامش روحی و روانی در زندگی یک فرد هست که این نه تنها که از لحاظ دینی ما بیم بحث بکنم لحاظ شرعی، در پلو از یک از لحاظ حقوقی از لحاظ شرعی میه بحث میشه، از لحاظ روانشناسی به این موضوع پیوده شده که خود بحث مسئله ایجاد عقد نکاح و ایجاد ازدواج باعث از این میشه که در وجود دو جوان یا دو زن و مرد بحث مسئله آرامش ایجاد میشه و از خیلی از مشکلات در زندگی اونها جلوگیری میکنه که بحث خیلی مهمی است که امروز در جوامعی که کمتر به موضوع ازدواج اهمیت میدن مشکلات رودمانی بین او اشخاص بیشتر هسته و جوامع اسلامی که در او موضوع عقد نکاح بین اعضای از او جامعه میهست یک عقد مشروع و معقولی هست و مشکلات رودمانی افراد کمتر هسته که طبق آیه کریمه مهمترین اهمیت عقد نکاح بحث مسئله ایجاد آرامش در بین در وجود شخص هسته.
موضوع دیگر از اهمیت عقد نکاح باعث ایجاد مسئولیت پذیری در یک فرد میشه. باعث از این میشه که اعضای جامعه از مسئله تنبلی و کسالتگیری و باردوش دیگری بیرون بیارن. یعنی به مثل عقد نکاح میخواد خداوند افراد تبدیل به یک فرد پویا و پرتلاش بکنه، یک فرد مثمر باشه تا ای که فرد بتونه در جامعه زندگی بکنه، تلاش بکنه و کار بکنه. خب طبیعتا وقتی یک فرد ازدواج نمیکنه همیشه به فکر میکنه که خود از او هست و حالا با نیاز شرط به کدام یک مسکن و سرپناه و کار و معیشت نداشته باشه. و از طرف دیگه خب باردوش بقیه هست. معمولا باید اگر یک مرد باشه خانواده از او همیشه برای از او تهیه مسکن بکنن و قضا بکنن از این قبیل، و اگر یک خانوم باشه همچنین. پس زمانی که موضوع عقد نکاح ایجاد میشه باعث میشه که افراد مسئولیت پذیر بشن، و مسئولیت پذیر بودن در وجود یک فرد یک موضوع خیلی مهمی است. یعنی این تنها موضوع ربطی به خود فرد نمیگیره، ربطی به جامعه میگیره. جامعه که افراد از مسئولیت پذیر باشن، پرتلاش باشن، اینها خب او یک جامعه هست که جامعه موفقیه. اما اگر جامعه که افراد از همگی بدون مسئولیت باشن، با دوش بقیه باشن، مشکلات او جامعه و خانواده های او جامعه زیادتر هسته. پس دومین اهمیت که میتونه عقد نکاح داشته باشه بحث مسئله مسئولیت پذیری هست که در ایجاد رفتار ایجاد میشه. و از جمله ارزش های دیگر جامعه نکاح در جامعه بحث مسئله پاک بودن جامعه از انواع انحرافات اخلاقی هست که یک موضوع خیلی مهمی هست که اگر در جامعه افراد جامعه نیاین مسیر ازدواج برای جوانها ساده نکنه، آسان نکنن، طبیعتا او جامعه به انحرافات اخلاق کشیده بشه. که در اینجا می طلبه که به این موضوع توجه بکنه. امروز در جامعه متاسفانه موضوع ازدواج و نکاح یک بحث خیلی اصلا امکان ناپذیری برای جوانای جامعه ما شده، هم به دختر خانم ها و به خصوص بیشتر برای مردها. در اینجا افرادی که آمده این مشکل ایجاد کردن خود ما شهروندان هستیم، خود ما خانواده های هستیم که آمدیم با عرف و عنعنات ناپسندی که در جامعه ایجاد کردیم باید ای شدیم که عقد نکاحی که در شریعت خیلی ساده و آسان او را آمده خداوند بنیان گذاری کرده، احکام از او خیلی ساده و آسان وضع کرده، ما او را آمدیم به یک چالش تبدیل کردیم. به بعضی از جوانها یک هیولای میمانه اصلا خود نکاح و ازدواج، یک چیزی هست که بالاتر از توان یک انسان شمرده میشه. که در اینجا رسالت ما خانواده ها، ما شهروندان در مقابل همدیگر این هست که بیاییم ما این مسیر ازدواج به جوانای خود ساده بسازیم و از بین ببریم او چالش هایی که در مقابل عقد ازدواج ما ایجاد کردیم، چون خداوند عقد نکاح این گونه ایجاد نکرده با این همه چالش و مشکل. زمانی که عقد نکاح اگر به راحتی ایجاد بشه، اگر مشکلی هم در زندگی دو فرد ایجاد بشه، باز اگر او مثلا رابطه از بین بره، آثار منفی از او زیاد در جامعه منعکس نمیشه. اما در جامعه ما که عقد ازدواج خیلی با چالش و مشکل و با مسافای هنگفتی ایجاد میشه، باز اگر یک جوان زندگی از با مشکل بر بخواه به خراب بشه و بخواه پس ازدواج بکنه، برای از او این خیلی سنگین تمام میشه. یا ای که به هر حال فرد به انحرافات اخلاقی کشیده میشه، یا تا افرادی که هنوز اگر ازدواج نکردن. پس یک موضوع خیلی مهمی است که یعنی جزء از او خانواده، یعنی داخل خانواده اعضای فامیل با هم دیگه حق دارن که بتونن ازدواج بکنن، ازدواج اونها ساده باشه، راحت باشه و صاحب یک زندگی مشترک بشن. پس بنان یکی از مهمترین اهمیت دیگر بحث ازدواج در جامعه موضوع پاک بودن جامعه از مشکلات اخلاقی و اجتماعی هست. و خب بحث های دیگر هم کدار مانند ازدیاد نسل در روی زمین و جلوگیری از انقراض نسل و اینا هم که از جمله موضوعات فرعی دیگری هست که خود میتونه ازدواج
در جامعه این اهمیت ایجاد بکنه. من امید دارم که ما در جامعه بیاین خانواده ها بزرگان به این اهمیت های اقدامکا فکر بکنن، تا ای که به هر حال اونها یک رای حلای هر خانواده بسنجه به ای که ازدواج برای دختر پسرهای خود ساعتر بکنن و فراهم بکنن. بله، بسیار تشکر جناب استاد. اگر منابع مشروعیت اقدامکا رو هم برای بیننده های عزیز صحبت بکنین بسیار عالی. خیلی سپاس، موضوع خیلی خوبش رو مطرح کرده. ما یک جامعه اسلامی هستیم و هر حکمی که ما هر کاری که میکنیم باید بدانیم که این کار ما از کجا منشأ میگیره، منشأ از چی هسته. چون اهمیت هستی به خاطر است که وقتی ما بفهمیم که یک کار ما یک منشأ و مرجع خوبی داره، شاید باید بیشتر توجه بکنه. بعد اگر به این موضوع متوجه نباشیم، طبیعتا از قبال از این مسئله خیلی ساده و عادی میگذاریم. در یک جامعه اسلامی تمامی احکام از او، اعمالی که شهروندان از او انجام میدن، تکالیفی که دارن، اولین منبع از او بحث فقه اسلامی هسته. بله. که باز فقه اسلامی منشأ میگیره از قرآن کریم، از سنت و حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم و از اجماع که و سایر منابع حکمی که در بحث فقه اسلامی داریم. خب برای یک مسلمان کافی است که برای همون مرجع زندگی از او قرآن و سنت باشه، فکر میکنم کفایت میکنه. در بحث موضوع ازدواج، اولین منبع که میاره ازدواج مشروعیت میده و در بعد از اینکه آمد اسلام ظهور پیدا کرد، منازش آمد بحث نکاح ایجاد کرد، خود قرآن کریم هست که الله متعال در سوره نساء میفرمایه که شما میتونین که ازدواج کنین با 4 زن، 3 زن، 2 زن و 1 زن و این برای شما بهتر اگر بتونین که عدل در بین خانم ها ایجاد بکنه. اصلا فلسفه یعزی بس برمیگرده بر این که در قبل از دین اسلام در بین اعراب جاهلیه و او زمان ها خانواده بود، اما یک شکلیت مشروعی او خانواده نداشت. مثلا فرض میکنیم که بعضا این قسم بود که ازدواج ها گروهی صورت میگرفت، مثلا یک گروه از این قبیله و یک قبیله ازدواج میکردن و فرمانده نمیشد که کی همسر کی هسته، و یا اینکه یک مرد بیش از حد میتونست با هر تعداد زنهایی که بخواه میتونست ازدواج بکنه، یا اینکه یک زن با تعداد بسیاری از مردها میتونست که همزمان همسر چندین نفر باشه، و یک شکلی از گونه های خانواده به شکل غیر معقولانه از بود. به این اساس آماد الله متعال بحث مسئله عقد نکاح ایجاد کرد که اگر شما میخواین که تشکیل یک خانواده بدیم و با زنهای ازدواج بکنیم، چه قسم با چند زن میتونیم ازدواج بکنیم، که در آیه متبرکه از مسئله 4 همسری 32 و در آیه 1 همسری یاد میشه و این آیه میایه موضوع عقد نکاح مشروعیت میبخشه. پس از این آیه متبرکه ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم که میفرمایند که هر کدام از شما جوان ها میتونین ازدواج بکنه و میگن که این سنت ما هسته و کسی که از روی گردان بشه از امت ما نیست. خب پیامبر در اونجا تاکید میکنن که هر کدام از شما توان و استطاعت دارین حتما به ازدواج روی بیاریم و ازدواج بکنیم و این موضوع میاین تاکید میکنن. و حدیث های دیگر هم ما داریم، احکام دیگر هم که داریم که بیانگر حکم ازدواج بر طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هسته. و بعد اجماع فقها داریم که در اجماع علما داریم که به مبنای اجماع علما هم خب نکاح یک عقد مشروع و پسندیده در یک جامعه اسلامی هسته. پس از فقه اسلامی باز ما در کشور خود قوانینی داریم که قوانین موضوعه و ساخته امو حکومت و دولت هست، مانند قانون مدنی افغانستان که در مورد 64 خود باز میاد او هم بیان میکنه که ازدواج عقد مشروع است که موجب ایجاد رابطه بین زن و شوهر میشه و بالاخره او که برمدگر ایجاد میکنه. به مبنای این منابعی که ما داریم ایده میاد بیان میکنه که خب یکی از مهمترین راه های تشکیل خانواده ازدواج هست، نکاح هست،
که یک عقد خیلی پسندیده و لازم هست. بله دقیقاً. منابع مشروعیت عقد نکاح بیان کردن جناب استاد، در میان صحبت‌های خود از حکم نکاح یادآوری کردین که گفتن سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. اگر در ارتباط با حکم نکاح بیشتر صحبت داشته باشین بسیار خوب میشه. خیلی ممنون. بس خیلی خوب شما باز کردین. به خاطر از اینکه من دوست دارم از بس صحبت بکنم، علت از این هست که بعضن در جامعه ما همه چی فکر میکنن که گفته میشه، یعنی یک جمله مشهوری بین شهروندان هست که میگن که نکاح سنته. و در اصل وقت ما باز میایم به او خانواده مراجعه میکنیم به مبنای قوانین اسلامی و قوانین داخل کشور ما، متوجه میشیم که نکاح همیشه سنت نیه. البته سنت هست، اما خود نکاح میتونه با در نظر داشت وضعیت یک فرد احکام متعددی برای خود ایجاد بکنه، که یعنی به صورت کل گفته میشه که حکم نکاح بعضن وقتا فرض، بعضن وقتا سنت، بعضی از وقتا مکروه و بعضی از وقتا حرام و بعضی از وقتا حکم نکاح مباحه. یعنی این احکام تا نکاح برای خود داشته باشه، که البته این احکام میتونه که با به اساس وضعیت یک فرد و احکام برای خود بگیره. که مثلا کنم خیلی مختصر و هر کدوم از این موضوعات یک صحبت داشته باشم. اولین بحث حکم نکاح موضوع فرض بودن از او هست، که گفته میشه که بعضا بر بالای بعضی از افراد نکاح فرضه. یعنی که اگر فرد احساس میکنه که اگر ازدواج نکنه و این حرفات و گناه کشانیده میشه، بر او فرضه که باید ازدواج بکنه. اگر یک فرد توان مالی هم داره و از لحاظ شخصیتی هم همچین فردی نیست که من به گناه کشیده بشه، بر این ازدواج سنته. اگر یک فرد میترسه که اگر ازدواج بکنه مبادا بر حقوق همسر از او کوتاهی صورت بگیره، در اینجا گفته میشه که ازدواج مکروهه. اینجا آمده خیلی دقیق بحث فقه اسلامی این قضیه باز کرده که اگر شما باز توان مالی نداریم و نمیتونیم حق همسر خود ادا کنیم، با او ازدواج نکنیم. و در اینجا باز آمده همین قضیه به مکروه و حرام بودن ربط دادن، که اگر شما میترسیم، یعنی 100% مطمئن نیستیم، میگیم اگر من ازدواج بکنم با وضعیت فعلی که دارم شاید نتونم حقوق همسر خود ادا بکنم. در اینجا بحث میه که من گفته میشه که مکروه. اما اگر نفر 100% مطمئنه که اگر ازدواج بکنه 100% به خانم خود ظلم میکنه، یک شوهر مناسبی نیه و از لحاظ مالی هم در حد نیه که بتونه حداقل حق همسر خود تامین بکنه، در اینجا گفته میشه که ازدواج بر شما حرامه. یعنی به این خاطر حرامه که شما با ازدواج باید از این بشین که به یک شخص دیگه ظلم بکنه. که ما در جامعه خود متاسفانه این نمونه های داریم که یک فرد وقتی که ازدواج میکنه، پس ازدواج به خانم خود آنقدر ظلم میکنه که به حال او خانم ناچار میشه یا خود بکشه یا که به زندگی تعامل بکنه. در این قسم حالا اگر یک فردی همچین فردی هست که برای بقیه آسیب میرسونه، پس در اینجا برای از او حکم ازدواج حکم حرام میرسونه. و بحث ازدواجی که ازدواج مباح هست، یعنی در صورت که اگر یک فرد نه با ازدواج کردن به کسی ظلم میکنه و نه با ازدواج نکردن به خود آسیب میرسونه، در اینجا گفته میشه که حکم ازدواج مباح هست. پس در پلو از اینکه ازدواج سنته، با در نظر داشت وضعیت یک فرد که یکی از احکام برای خود بگیره. بله بسیار تشکر. و به عنوان آخرین سوال جناب استاد، حکم نکاح بیان کردین و اگر انواع نکاح ناپسند را هم صحبت داشته باشین برای بیننده های عزیز تشکر میکنیم از شما. خیلی ممنون. واقعا یک بحث خیلی خوبیه که ما باید روی از او بحث بکنیم و از شهروندان ما مطلع باشن. ای که با وجود از ای که یک نکاح عقد خوبی هست و خیلی هم پسندیده هست، بعضا وقتا ما قسم عقد نکاح ایجاد میکنیم که از لحاظ شرعی و از لحاظ عرفی ناپسنده. یکی از بحث‌های عقد نکاحی که ناپسند هست بحث نکاح بدل، یا به اصطلاح عام مردم ما به نام نکاح علیشونی یاد میگم،
و لحاظ فقهی به نام شغال گفته میشه. ازدواج بدل یا علیشونی خب به وجودی که همه مطلع هستن، یعنی به این معنی هستن که دو تا زن در مقابل همدیگر بدل هم قرار میگیرن، یعنی که به جای از اینکه طرف چون از دادن پول و پیشکش و مریه برای از آسان بشه، خواهر خود یا دختر خود میایه به یک شخص دیگر میده و از او خانواده باز برای خود یک همسر میگیره. این به نام ازدواج بدل یا علیشونی میگم که همگی مردم با او آشنا هستن. در قریجات ها متاسفانه ما ازدواج زیاد داریم، در داخل جامعه ما هم زیاد هست، در اکثری از ولسوالی ها و ولایات کشور ما یک ازدواجی هست که خیلی به فراوان اتفاق میفته، که در حال که لاشه ای پیامبر میگن که لاشه های فل اسلام، میگن ما در اسلام عقد شغال یا نکاح شغال نداریم، یعنی به صراحت تاکید میکنم. و در قانون مدنی افغانستان هم به صراحت بیان میشه که زن بدل زن قرار گرفته نمیتونه. یکی پس این یک ازدواج یک است که ناپسنده و تبعات و آثار خیلی منفی هم ایجاد میکنه پس از ازدواج، و تحقیقات نشان داده که هیچ هر ازدواج که به شکل بدل صورت گرفته او ازدواج موفق نبوده و اعضای از او خانواده خوشبخت نبودن، به خصوص کسی که در اینجا قربانی میشه او خانم های هستن که در اینجا بدل همدیگر قرار میگیرن. مثلا مثال اگر در این خانواده برای از دختر این فامیل ظلم بشه، او خانواده هم همزمان به صدر او خانم ظلم میکنن و این به نوع انتقام گیری میکنن و سایر مشکلات زیادی که در اینجا اگر ما بخواهیم صحبت بکنیم شاید چندی برنامه هم خود بحث مثلا عقد نکاح بدل بیایه وقت بگیره. اما به همین اندازه اکتفا میکنیم برای شهروندان بیان میکنیم که این ازدواج ازدواج درستی نیه، الله شرعی پیامبر این ازدواج نهی کردن، از لحاظ قانونی هم جواز نداره و از لحاظ عرفی هم هرچند که عرف جامعه ما ایران انجام میده اما آثار منفی داره و باعث بدبخ شدن و در حال ایجاد ظلم بخصوص به خانوم ها در داخل خانواده میشه. نوع دیگر از ازدواج به نام بد دادن میگم، یا در مقابل خونبها یا به خاطر اختلافات خانوادگی و نزاها از یک خانم استفاده میکنن، که در قبل از اسلام همچنین ازدواج هایی بود و اکنون هم با وجودی که ما یک کشور اسلامی هستیم در جامعه اسلامی ما همچنین ازدواج های اتفاق میفته که وقتی بین دو قبیله و خانواده یک نزا اختلاف ایجاد میشه، یا اگر یکی از اعضای این خانواده از یک فامیل دیگر یک کسی میکشه، بعد از خانواده قاتل یک دختر میدن به خانواده مقتول، یا از این کسی دیگر باعث اختلاف شده یک دختر میدن به خانواده و به وسیله دادن این دختر به خانواده میخواین که این انتقام کلن از بین ببرن. حالا شاید از لحاظ عرفی و اختلافات مسائل در بین قبائل و جلگه ها یک موضوعی باشه که به این وسیله بشه که اختلاف رفع بشه و جلو خلاص انتقام ها گرفته بشه، اما از طرف دیگه یک ازدواج ناپسندی هست. طبیعی هست که وقتی ما یک خانم در بدل یک ظلم به یک فامیل دیگه بدیم، او در او خانواده نمیتونه که یک سرنوشت خوب داشته باشه، یک زندگی خوب داشته باشه و همیشه حس انتقام گیری که در وجود اعضای از او قبیله و خانواده هسته باعث از این میشه که به این خانم خشونت بشه، ظلم بشه و به هر حال زندگی یک خانم در اینجا تباه بشه. و هرچند شاید اون نکاح چون نکاح میشه نکاح صحیح باشه، اما یک نکاح هسته که ناپسنده و ایره نه اسلام قبول میکنه و نه عرف و نه قانون همچنین ازدواج و نکاح ره میپذیره. نوع دیگری از نکاح های ناپسنده که ما داریم نکاح های اطفال هست یا افراد زیر سن هست، که در جامعه ما اطفال به گونه های متعددی به عقد نکاح یک فرد در میادن. در بعضی از جاها دیده میشه که یک طفل که هنوز در بطن مادر خود هسته به عقد نکاح یک فرد دیگر در میاد، که هنوز او فرد صاحب زندگی نشده اما برای از بقیه تصمیم میگیرن و این برای از این به عقد نکاح یک فرد دیگر میاد، یا به حال با کس دیگر نامزاد میکنن که هر وقت تولد بشه این نامزاد یک شخص دیگر است، که او از همون آمان طفولیت و روز اول کودکی از او کلا زندگی از او خانواده از او از بین میبرن. در پلو از چیزی که بیشتر از این مال امروز در کشور خود ما داریم و جامعه خود داریم که واقعا خیلی هم
نگران کننده است. ازدواج های اطفال زیر سن بخصوص دختران هست که در سن 6 تا 8 سالگی و قبل از سن قانونی اینها به ازدواج در می آیند. داره که ما از لحاظ قانون داریم که گفته میشه سن ازدواج حداقلی و تکمیل سن 16 هست برای یک دختر، اما در جامعه متاسفانه این یک مشکل بزرگیه که هنوز حل نشده و هنوز خانواده های ما به این دقت نمی کنند که این یک طفل هست و یک طفل چگونه میتونه که یک مادر بشه، از یک فامیل سپردستی بکنه، از یک طفل دیگر مواظبت بکنه. و این ازدواج های زیر سن تاثیرات خیلی منفی هم در جامعه ایجاد کرده و میکنه که یک ازدواج خیلی ناپسند هست که هرچند عقد نکاح زرگسته باشه اما از لحاظ عرفی و از لحاظ شرعی و قانونی ناپسنده و هیچ کس هم این ازدواج رو قبول نمیکنه. و نهایتا آخرین بحث هست بحث ازدواج های اجباری هست که ما در برنامه قبلی روی از این به مفصل صحبت کردم که ما به خلاف میل یک نفر کس به عقد نکاح در بیاریم، این هم ازدواج اجباری هم از لحاظ عرفی و شرعی و قانونی ازدواج ناپسندی هست و طبیعتا این گونه ازدواج ها نباید اتفاق بیفته که بعد ازدواج ما نکاح ایجاد بکنیم که هم از لحاظ شرعی و عرفی و قانونی او صحیح باشه، پسندیده باشه، تا اینکه واقعا بتونه عقد نکاح و همون اهداف که در جامعه داره به او برسه. بسیار تشکر از حضور شما جناب استاد از اینکه امروز هم در این نقش برنامه بخش حقوق خانواده با ما بودین. انشالله که عزیزانی که بیننده بودن استفاده کرده باشن. انشالله سپاسگزارم از شما، از کسانی که برنامه بیننده بودن. به امید ای که همگی صحتمند و سلامت باشن. سلامت باشین. و تشکر میکنم از شما عزیزانی که بیننده بودین. بخش بانوان رو با هم میبینیم و دوباره در خدمت شما خوبان خواهیم بود.